انجمن فلسفی آگورا 1 فوریه 2020 12 بهمن 1398 فصل قانون و عدالت در سینمای آمریکا نشست 8 فیلم فیلادلفیا از جاناتان دمی همراه با رامین جهانبگلو بخش اول سخنرانی. این جلسه آخر این مجموعه هستش در مورد عدالت، حقیقت و انصاف در درام دادگاهی آمریکایی. و فیلمی که امروز به آن درباره صحبت خواهیم کرد طبیعتاً فیلم فیلادلفیاست که خدمتون گفته بودم که به این نگاه کنین که ساخته 1993 هستش. خب یکی از اولین چیزهایی که بر خود من اول جالب بود این است که فیلادلفیا برخلاف تمام فیلم‌های دیگه که دیدیم و البته یه سری هم که ندیدیم کارگردانش خیلی معروف نیست، بر مثلا سیدنی لومت یا اوتو پرمینجر یا هیچکاک، یعنی در سطح اون کارگردان ها نیست. جاناتان دم کارگردانی است که شاید معروف ترین فیلمش همون سکوت بره‌ها باشه بعد از این فیلمی که ساخته، ولی به هر حال فیلادلفیا فیلم خیلی پرفروشی بوده، 2 اسکار برده، همونطور که میدونیم بهترین هنرپیشه برای تام هنکس و بهترین ترانه برای بروس اسپرینگستین. ولی اهمیت خود ما به این جنبه‌هاش که نمی‌پردازیم برای اینکه برای اون جالب نیست، ولی اهمیت فیلم خب طبیعتاً به دلیل موضوع حساسش هست در مورد مسئله دگرباشان و مسئله ایدز و بیماری ایدز که در سالهای 1980 و 1990 همه رو تحت شعاع قرار داد و این سالهای خیلی سختی بود برای کسانی که مثل خود من اون موقع در غرب زندگی میکردیم. من در پاریس زندگی میکردم که اونجا هم بس یه مرکزی بود مثل نیویورک یا سان فرانسیسکو یا همین فیلادلفیا که بیماران ایدز خیلی زیاد بودن چون ما دگرباش زیاد داشتیم و خب البته آدم های خیلی به نامی هم که همشون فدای این بیماری شدن که اکثر چون میدونیم که مثل فردی مرکوری، نوریف، راکوسون، میشل فوکو، انقدر این بیماری ناشناخته بود که من یادم که فوکو که مرد هیچ کدوم از روزنامه‌های فرانسه نگفتن که این به خاطر ایدز مرده، گفتن به خاطر یه حمله بیمار مغزی بوده و تا چند سال این موضوع رو پنهان نگه داشتن، مثلا چند سال که میگم مثلا 2 تا 3 سال، تا اینکه معشوقه خود فوکو اونم ایدز گرفت و اون یه کتاب نوشت و عنوان کتاب گذاشت به دوستی که هیچ کار نمیبخشم، چون خودشم داشت میموند از خودشم این فیلم گرفت که خیلی فیلم تکون دهنده یه موقعی که یه روزهای آخرشه که یعنی هفته‌های آخرشه قبل از اینکه بمیره، موقعی که اچ‌آی‌وی داشت و خب طبیعتاً همه با این روحیه دقیقاً مثل این روحیه فیلم من واقعا اینو زندگی کردم از نزدیک که همه فکر میکردن که خب ایدز خیلی راحت میشه گرفت و هر کس با هر کی ارتباط داشته باشه ممکنه ایدز داشته باشه دیگه و خیلی خطرناک باشه از این نظر، و خب روابط آدم ها رو یک کمی لوس و خیلی تلخ میکرد دیگه. من حتی خودم میتونم بگم که تو روابطی که داشتم با زنا یک کمی رابطه اون تلخ میشد، برای اینکه مثلا میگفتیم بریم آزمایش بدیم اول بعد بیایم با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشیم دوست داشته باشیم، خب مثلا این دیگه رومانس رو از بین میبره، ولی خب همه میترسیدن چون فکر میکردن که خیلی راحت میشه ایدز گره. به هر حال فیلادلفیا فیلمی است که موجب شد که آمریکایی‌ها و حتی جهانیان نگاه جدید به نظر من هم به ایدز داشته باشن هم به دگرباشیان داشته باشن. این خیلی مسئله مهمی بود چون اولین فیلمی است که از نظر حقوقی به این موضوع پرداخته. ممکنه که فیلم‌های دیگه هم بوده که به هر حال یا دگرباشان نشون داده یا به جوری به این مسئله می‌خواسته بپردازه، ولی به این صورت حقوقی نپرداخته. و ما میتونیم در بعد هم این پرسشو بکنیم که این پرسشی که من خودم اولین بار که این فیلمو دیدم کردم که این فیلم چرا در فیلادلفیا ساخته شده و چرا اسمش فیلادلفیاست؟ میخواد چرا این فیلم رو در سان فرانسیسکو نساختن که یکی از نقاط همچنین که میدونین مهم دگرباشان آمریکا بوده و به هر حال شهرداری مثل میلک داشتی که اونم خوب میکشن و یا نیویورک که به هر حال یه شهر روشنفکری آمریکا هستش که خب بینشون
هوموسکسوال دگرباش خیلی زیاده، چرا توی فیلادلفیا؟ و خب نتیجه که گرفتم این بودش که به چند دلیل فیلادلفیا ارتباط خیلی تنگاتنگ با تاریخ استقلال آمریکا داره که اینو نیویورک الزاما نداره، سان فرانسیسکو هم نداره، ممکنه شهرهای دیگه مثل بوستون داشته باشه مثلا، ولی اونجا دیگه مسئله دیگر باشان اینقدر مطرح نمیشه، ولی به عنوان شهری که حالا دیگر باشان هم بوده و اینا این بوده. خب کارگردان از ابتدای امر اینو به ما نشون میده، اتفاقا خیلی قشنگ نشون میده، مردمو نشون میده، بچه‌ها رو نشون میده و لیبرتی بل هم نشون میده، یعنی میخواد تماشاچی بفهمه که در کجا این داستان داره اتفاق میفته، این ناقوس آزادی آمریکا رو که آزادی رو به گوش همه ساکنین سرزمین آمریکا رسونده هم تو روش نوشته. به هر حال این یکی از چیزهای مهمی است که به عنوان سمبل تو این فیلم هستش. دوم اینکه فیلادلفیا، باز اینم جز تاریخه، فیلادلفیا یکی از نادر شهرهای آمریکاست که در از سالهای 1930 و 40 دگرباشان اونجا جنبش اجتماعی داشتن و این یه موضوعی است که شما اگه نریم بخونیم دربارش ممکن خیلی به این راحتی ندونیم که دگرباشان به هر حال تو یه سری از نقاط دنیا خیلی مخفیانه کار میکردن و زندگی میکردن، ولی تو برای اینکه محاکمهشون میکردن، زندانشون میکردن، از کار بیکارشون میکردن. انگلستان مثال مهمشه، آدمایی مثل اوسکار وایلد که زندان رفتن در ابتدای قرن بیستم، آدمایی که تو وزارت خارجه بودن، آدمایی که جاسوس بودن، آدمایی که نویسنده و شاعر بودن، به محضی که مسئله این هوموسکسوالیتیشون مطرح میشد همیشه موضوع تغییر میکرد و این همیشه به صورت خیلی پنهان حتی تو آکسفورد و کمبریج هم بوده. و ولی خب تو فیلادلفیا از ابتدای سالهای 1960 دیگه ما جنبش اجتماعی واقعی داریم، یعنی موقعی که جنبش برای حقوق سیاهان رو داریم، اونجا هم دارن مبارزه میکنن برای آزادی مدنی و جنسی. البته باید اضافه کرد که به خاطر همین اگه توجه کرده باشین در ابتدای فیلم کارگردان تعداد زیادی از بیماران ایدز رو در این فیلم میاره، نمیدونم متوجه شدین یا نه، اونو بیماران واقعی ایدز هم 50 نفر در واقع، اگر من رفتم و رقمش رو پیدا کردم، 50 نفر رو اینا میان و استخدام میکنن. چرا استخدامشون میکنن؟ برای اینکه موضوع فیلم در واقع این است که یک شخصی رو به خاطر اینکه ایدز داره بیرون کردن از ایدز، و اینا اصرار عجیب داشتن هم تایید کننده هم کارگردان که این بیمارا رو بهشون پول بدن بیارن و استخدامشون کنن، چون اینا همشون از کار بیرون رونده شده بودن و بهشون کار دیگه نمیدادن. میتونین صورتاشون هم ببینین، بعضیشون دیگه در مراحل قایی و نهایی در واقع ایدز هستن. خب این داستان خود اندرو بکت هم هست دیگه که به هر حال آدمی است که میاد و بیرونش میکنن. و خب این بیماران همشون بعد از اینکه این فیلم ساخته همه مردن، یعنی هیچ کدومشون زنده نموندن، بخاطر اینکه اون موقع دیگه در این مرحله از ایدز دیگه امیدی به زنده بودن نی بود دیگه، هنوز چیزشو کشف نکرده بودن. و سخنرانی تام هنگس رو اگر در جایزه اکادمی اوردز، در جایزه اسکار گوش بکنید، یه رفرنسی دقیقا به همین آدم میده، میگه که کوچه های بهش پر است از فرشتگانی که نام آنان را میدانیم و امشب برای هزاران تن از آنان ما اینجا یک روبانی به سینمون زدیم، یعنی اون روبان معروفی است که برای بیماران ایدز میزدن در اون سالها، حالا کمتر شده دیگه. خب حالا کارگردان فیلم به نظر من چند موضوع مطرح میکنه که من اینجا میخواستم که در قالب همین گفتگوهای ما قرار میگیره در مورد عدالت و حقیقت و انسان. اولیش خب همین موضوعی که من گفتم، مسئله تبعیضه، تبعیض علیه بیماران ایدز و دگرباشان در جامعه آمریکا. این شاید مهمترینشه که ما به عنوان بیننده میبینیم. دومیش که کمتر شاید متوجه بشین، به نظر من قرار دادن دو نوع تبعیض در مقابل همه، یعنی
شاید از خودتون سوال کرده باشین، شاید هم نکرده باشین، بسیار از تماشاچیان معمولی این فیلم از خودشون این پرسش نکردن که چرا وکیل مدافع اندرو بکن یه سیاه پوسته، میتونست یه سفید پوست باشه، چرا میله، چرا هنرپیشه مثل دنزل واشنگتن که هنرپیشه متعهدی هم هست مثل سیدنی پواتیه، یعنی آدمی است که فیلم های با تعهد در مورد مسئله سیاه ها سیاه پوستان کار کرده، قرار دادن دو نوع تبعیض در روبروی هم در کنار هم هستش. و چرا؟ چون به نظر من حالا این موضوعی است که ما باید الان بحث کنیم، امروز اون آمادگی بیشتری داره به عنوان آدمی که خودش قربانی تبعیض بوده و اینکه یک تبعیض رو زودتر بفهمه، مثل یه زنه، مثل یه زنی است که مورد تبعیض پدرسالاری یا مردسالاری قرار گرفته باشه و آمادگی خیلی بیشتری داره که وقتی تو در یک جامعه ممکنه قرارش بده که در اونجا مثلا پدرسالاری یا مردسالاری هست، فوری عکس عمل بگیره، ممکن این مرد این کارو اصلا انجام نده، وقتی طبیعتاً حساسیتش به مراتب بیشتر از یک وکیل سفید پوست هستش. و این خب خیلی جالب این حساسیت رو کارگردان نشون میده، برای اینکه همونطور که ما میبینیم هم مثل فیلم های قبلی که دیدیم، من چقدر تاکید کردم روی موضوع خود تغییر یافتگی یعنی سلف ترانسفورمیشن، در این فیلم هم مثل خیلی از فیلم های دیگه که دیدیم، در این حقوقدان، در این وکیل یک نوع خود تغییر یافتگی صورت میگیره، مثل دولاتر مثلا، یعنی زنش میاد مسخرش میکنه، دکترش مسخرش میکنه و ارتباطاتی که داره همه ارتباطات خیلی بیمعنی هست دیگه، حالا تو فروشگاه با اون گیری که برخورد میکنه یا ناراحت که میشه تو بار دوستاش که دستش میندازن اینا، بعد اعتماد به نفس پیدا میکنه و میدونه که جایگاهش کجاست و برای چی داره از این آدم مثل به نام اندرو بکت دفاع میکنه. و خب اینجا هستش که خیلی مهم هستش، یعنی در واقع مسئله انصاف، مسئله شفقت، مسئله عدالت، مسئله حقیقت جویی براش مسئله جدی و اولیه میشه، مهم میشه. و همراه با اون تغییری که دقیقاً مثل فیلم های دیگه، همراه با اون تغییری که در او صورت میگیره در جامعه هم داره صورت میگیره، هر دو این تغییرات با هم صورت میگیرن، یعنی ما به عنوان بیننده وقتی میبینیم که میلر داره تغییر میکنه، میبینیم که جامعه اطراف هم دارن تغییر میکنن نسبت به این موضوع. از جمله هیئت منصفه همونطور که یکی از شما به درستی گفت که بالاخره آخر العالم همیشه برمیگردیم به هیئت منصفه، یعنی آخرین به قول فرانسوی پلانش دو سلوی بهش میگن، آخرین تخت شنایی است که در یک دریای مواج داری که بهش بچسبی، که اونا هستن که تصمیم میگیرن که برای حقیقت چیز، عدالت چیز، انصاف کجاست اینا. و خب در این فیلم هم خوشبختانه به این صورت درست میکنه، ولی خب فیلم اینطور که پیش میره به ما اینطوری نشون میده که در ابتدای هم میلر اصلا یه آدم کاملا هوموفوبه و اصلا قبول نمی کنه که مثلا حالا دختر خاله زنش میتونه لزبیان باشه، میگه خب این خیلی سکسیه، میگه خب من لزبیان نه و سکسی باشم مثلا، یا میگه که ای اون مثلا این چجوری ممکنه مثلا گی باشه اینا، و میگه من اصلا خوشم نمیاد از این چیزا. و این چیزاییست که ما خیلی بارها شنیدیم، خصوصا تو جامعه خودمون که حتما شنیدیم، اگه از مثلا افراد خانواده اون نشینه باشیم که آدم های بسیار محافظه کار بودن در نسل قبلی، از آدم های سنتی جامعه اون شنیدیم که در واقع نه من خوشم نمیاد از اینا، اینا اصلا آدم های مریضی هم. یا اینا از نظر روانی اصلا مریضن، یا اصلا اینطوری اگه همه هموسکسوال باشن، مثل این فیلم که میگه که ما گفتیم آدم و حوا، نگفتیم آدم و استیف، آدم و ایو نات آدم و استیف. آره خب این موضوع خیلی مهمی. حالا نکته بعدی رابطه بین بکت و میلره، که باز اینجا بر من این موضوع خیلی جالبه، برای اینکه تمام این فیلمایی که حالا ما داریم سوار صحبت میکنیم، مسئله این حالا تو بعضیاش حقوقدانا به هم دیگه نزدیک میشن از نظر فکری، اینجا هم همینطوره، یک نوع عشق به قانون، به حقیقت جویی و عدالت در هر دو این آدم ها هست، که اون صحنه
کتابخونه وقتی که هر دوشون دارن کارشون رو میکنن و تحقیقشون رو میکنن، این اینو به ما خیلی خوب نشون میده، چون اونجا هستش که میلر متوجه این تبعیض میشه. وقتی که یارو میاد بهش میگه که کتاب داره شما راحت ترین، و جاری میگه خب شما، آیا شما راحت ترین یا من راحت ترم؟ بعد اون میاد میگه که مثلا کانسلر شما اینجا چیکار میکنه اینا، میگه من مثلا فلان چیز رو اینجا پیدا کردم، نگاه میکنه میگه آه این جالبه مثلا. یعنی دوره دنبال میکنن هر دوشون این مسئله رو به این صورت دارن دنبال میکنن. و این عشق به، یعنی عشق به قانون که تو فیلم گفته میشه اصلا کلمهش law of the law، تو ازش میپرسه از بکت تو اصلا چرا به حقوق رو آوردی و چرا حقوق و قانون دوست داری، و در پاسخ صبح جوابی که میده خیلی جواب زیباییست. میگه گاهی آدم میتونه جزی از یک روند، یک عدالت خواهی باشه، و اون موقعی که آدم در اونجا قرار میگیره خیلی لذت داره که بتونه جز این روند باشه، و من به خاطر همین اصلا حقوق رو انتخاب کردم و به دنبال قانون بودم. خب این اصل اول هستش به نظر من که خیلی مهم هستش. دومی اصل که خیلی مهمه اینیست که در این رابطه میلر و بکت، یعنی دنزل واشنگتن و تام هنگس، موجب میشن که میان اخلاق گرایی و تبعیض یک تفاوتی قائل بشه. ببین در آدمای محافظه‌کار، آدمای کانفورمیست، آدمایی که زدیت حالا در این مورد با دیگر باشی دارن، ولی زدیت میتونن با فمینیسم هم داشته باشن، با خیلی چیزا، یا مثلا ریسیست باشن، تم نجات پرست باشن، تبعیض رو همیشه با اخلاق یکی میدونن همیشه. حالا اگه علمم واردش نکنم، مثل مسئله نجات پرستی بگن این آدم های پستری هم مثلا از نظر اِوولوشن، و من به خاطر همین قبول دوستشون مثل نازیا ما اینا رو پستر میدونیم، ولی اولین چیزی که وارد میکنه اینه که ما تبعیض قائل میشیم برای اینکه این مسئله اخلاقیه، یعنی بعد اخلاق واردش میکنن، که این اتفاقا کاملا غلطه از نظر فکری و فلسفی دیگه. و این نکته در فیلم خیلی با ظرافت آمده و کار کرده روش کارگردان و فیلم نامه نویس. اگه یادتون باشه در اون صحنه که میلر در بار هست و دارن تلویزیون داره اینا رو نشون میده، اطرافیانش دارن مسخرش میکنن و میلر برمیگرده به بهشون جوابی که میده دقیقا هم نکته است که من میگم، میگه که مهم نیستش که این گی باشه یا نباشه، یه قانونی شکسته شده، من اینجا به خاطر اون قانون شکسته شده. این جوابی است که داره به اونا میگه به عنوان آدمایی که طرفداری این نوع تبعیض هستن. و توی دادگاه اگه یادتون باشه برمیگرده یه دفعه به ویلر میگه که تو گی هستی، که اون میگه که اصلا تو چجوری جرأت میکنی به من از من این سوالو بکنی، که اتفاقا خیلی هم خوبه، باید این سوالو حتما میکرد. و قشنگ و رو برمیگرده به رئیس دادگاه و میگه که ما چرا خودمونو گول میزنیم، بحث ما اینجا فقط در مورد ایدز نیست، در مورد هوموسکسوالیتیه و تبعیض است که ما قائل میشیم برای دیگر باشان. و خب دقیقا همین تعصبی است که خودش از روش عبور کرده دیگه، من این که میگم یعنی سلف ترانسفورمیشن اینه. حالا نکته اصل سوم که باز اینجا به نظر من خیلی موضوع حقوقی میشه، همه این نکاتی که گفتم اینا نکاتی است که تو فیلم داره به ما نشون میده که هم یه مسائل فردی انسانیه، هم یه مسائل حقوقی قانونی هستش. اصل سوم باز موضوعی که تبدیل میشه به یک موضوع قانونی، مسئله زندگی شخصی است. این دیگه یکی از اصولی است که ما چون از جامعه عقب مونده میایم، در یکی از اصولی که به هر حال فلسفه مدرن و سیاست مدرن تونسته به انسان ها بده این است که برای زندگی خصوصی مردم ربطی به نه به دولت داره نه به کسی که دیگه، و اینجا مسئله دقیقاً همینه، زندگی شخصی و زندگی جنسی آدم ها ربطی به زندگی کاری اونا نداره. این موضوع حقوقی اصلی این فیلمه. شما این آدم رو بیرون کردین برای اینکه به خودتون اجازه میدین که وارد زندگی خصوصی اون بشین و جنسی اون بشین و بگین چون تو چرا هوموسکسوال هست، این یا وکیل خوبیه یا وکیل خوبی نیست، شما بگید کدومشه.
و نمیتونین که این دوتا رو یکی بکنین. خب فیلم به ما اینطوری که نشون میده بکت بسیار وکیل خوبیه دیگه، کارش رو دقیقا خوب انجام میده، علاقه داره، پشت کار داره، تمام این و این نکته رو میخواد بر ما از هم دیگه جدا کنه. زندگی خصوصی ربطی به زندگی کاری این آدما نداره. خب ما میدونیم که همین در قبل 100 سال پیش به هر حال، حالا چه در رابطه با فمینیستا چه در رابطه با دیگر باشان، دقیقا به خاطر همین آدما رو یا کشتن یا زندان کردن یا بیرونشون کردن از کار، دقیقا به خاطر همین. یعنی گفتن خب تو میگی من میخوام با مردسالاری مبارزه کنم، برو من بیرونت میکنم مثلا از کار چون تو فمینیستی، مثلا میندازم زندان مثلا، یا هومسکشوالی، خیلی خب ما اصلا هومسکشوال نمیتونیم قبول کنیم اینا. خب میگه من کارم این چه ربطی به چیز داره؟ خب مثلا محاکمه اسکار والد اصلا بر همین مبناست دیگه، که اونا اصلا براشون مهم نیست وقتی اسکار والد رو میبرن زندان میکنن، که این به روی که بزرگترین نمایشنامه نویسا و شعرهای اون عصر، شما این آدم به میندازی زندان فقط به خاطر اینکه تو زندگی خصوصیش مثلا با یه جوونی که اونا مردم میخواستن با هم ارتباط داشته باشن، تازه اسکار والد زنم داره، زنش هم اعتراضی نداره به این موضوع، میدونی؟ ولی خب میگن نه دیگه، این جزء خلاف اخلاقیات جامعه انگلستانه، نمیشه این کار کرد. اصل چهارم، اصل چهارم اتفاقا اصل خیلی جالبی است و اون رب برمیگردم دوباره به همون موضوع اول، موضوعی که برای شما هم همیشه جالب بوده، ما تو اگارا خیلی صحبت کردیم، و اون اونجایی است که میلر برمیگرده و به دوباره به شهر فیلادلفیا و به حرف جفرسون و میگه جفرسون گفته که انسان ها همه برابر خلق شدن، نگفته که انسان هایی که فقط در واقع استریت هستن فقط آدم، یعنی انحراف جنسی ندارن، حالا استریت بودن اون خیلی سخت میتونیم ترجمه کنیم، ولی اونا فقط با هم برابرن. و این یه نکته خیلی مهمیه دیگه، ما رو دوباره برمیگردونه به اون اصول پایه‌ای استقلال آمریکا که خداوند همه رو برابر خلق کرده، ما بر مبنای این اصلا این مملکت ساختیم، بنابراین کسانی که اینجا هستن برای ما وقتی تو دادگاه میریم و از قانون دفاع میکنیم، ما این مسئله برامون مهم هستش. خب این ما رو میرسونه به اون اصل بعدی پنجم، که داستانی است که کارفرما یعنی ویلر حق دخالت در زندگی جنسیشون نداره و نمیتونه اون رو از کار بیکار بکنه، برای اینکه همه با هم برابرن، و بنابراین این سخنی که تو فیلم میاد ویلر به همکاراش میگه که ببین این آدم ایدز آورده تو دفاتر ما، تو دستشویای ما، تو کلوب ما، و ما چجوری میتونیم اصلا تحمل بکنیم، ما باید که این آدم بیرون میکردیم اینا، یعنی انگار که مثلا یک چیز خیلی خطرناکی مثلا آمد و این مبنای تبعیض رو میذاره. خب تو فیلم مبنا اینجاست که مسئله اصلی، حالا غیر از این صحبت که من کردم یه نکته دیگه هم، مسئله اصلی شایستگی آدم هست. یعنی ما اینجا داریم با اساس در واقع فلسفی پشت این قانون فکر میکنیم که مثلا اون شایستگیه، شایستگی، شایستگی، اگه این آدم شایسته است پس شما نمیتونی این آدمو بیرونش بکنید. خب و اینجا من فکر میکنم که فیلم سعی میکنه که به هسته اخلاقی قانون بپردازه، اون چیزی که من بهش میگم هسته اخلاقی قانون، یعنی قانون باید همیشه در جستجوی عدالت باشه، همیشه با در جستجوی حقیقت باشه، همیشه با در جستجوی فرنس باشه، یعنی انصاف باشه، ولی حالا اینجا خیلی مهمه، ولی قانون اخلاقگرا نیست. اینجا ما یه تفاوتی میذاریم بین اخلاق و اخلاقگرایی، تفاوت که مثلا یه آدم مثل احمدی نژاد اصلا نفهمید، میدونی اون براش میگفت اخلاق یعنی که خب تو باید لباس مثلا زنت باید چادر سرت کنه و اگه نکنی بی اخلاقی، این شعاره جمهوری اسلامی، در صورتی که این اخلاق گراییه که تو بری به دیگران بگی تو باید چجوری لباس بپوشی، تو چجوری باید راه بری، تو باید چجوری حرف بزنی، تو چجوری باید فکر بکنی بر مبنای این اصول مثلا دینی یا احکامی که
داده شده باید این کار رو، این به اخلاقش ربطی نداره. و اتفاقا اینجا اون چیزی که من میخوام روش تاکید بکنم اینیست که این قانونی که داره تو این فیلم به ما مطرح میکنه که هسته اخلاقی داره، نسخه اخلاقگرا نمیخواد برای اشکی بپیچه. دقیقا همینه. یعنی موضعی که میلر و بکت دارن اینیست که ما نسخه اخلاقگرا نمیخوام برای کسی بپیچیم، ما داریم از هسته اخلاقی قانون یا عدالت دفاع میکنیم. حالا هسته اخلاقی قانون چی هستش؟ به نظر من همون چیزی که آلبر کامو میگه، یعنی شفقت. عدالت بدون شفقت نمیتونه وجود داشته باشه. شفقت یه هسته اخلاقیه برای قانون که موجب میشه که ما با حکم اعدام مبارزه بکنیم. مثلا بگیم مجازات اعدام به نظر ما غیر انسانیه، غیر اخلاقیه. چرا؟ به خاطر اینکه درش هیچ گونه شفقتی نیست. برای اینکه شما فوری صادر میکنین که اون آدم رو باید بکشین، در صورتی که قانون رتریبیوشن نیست. قانون چیزی که حالا من بهش اعتقاد دارم و خیلی از حقوقدانان اعتقاد دارم، قانون رستوریشن باید ترمیمی باشه، عدالت باید ترمیمی باشه، عدالت نباید که انتقام جویانه باشه. خب این میشه هسته اخلاقیش. و قانون حق عبور از مرز آزادی‌های فردی رو نداره. اونجایی که قانون به خودش مثل قانون قصاص اجازه میده که از مرز آزادی فردی عبور بکنه، تو این موضوعی است که جان استوارت میل اینا خیلی خوب میدونه. سعی شما آن لیبرتی رو بخونید ببینید جان استوارت میل کاملا به این موضوع رفرنس میده، چون لیبرالیسم کلاسیک اینو دقیقا به عنوان یکی از موضوعات مهمش مطرح میکنه که بهش میگن نگاتیو لیبرتی دیگه، آزادی منفی چیز میگه بهش دیگه، آرزو برلین اینا. یعنی شما نمیتونین که محدود بکنین آزاد، چه به نام دولت چه به نام فرد، باید که مگر نه تبدیل میشه به قانون استبدال. ولی خب طبیعتا در فیلم اینطور که به ما نشون میدن، آدم های مثل ویلر و کارفرمای های بکر اصلا به این هسته اخلاقی و عدالت اجتماعی اصلا توجهی ندارن. خب نکته آخر، نکته ایست که البته چند تا نکته داشتم ولی میخوام برگردم به این موضوع تبعیض و باز اینجا تاکید کنم که زیبایی این فیلم در چیه وقتی که این موضوع تبعیض رو میاد مطرح میکنه. و به نوعی یه فیلم خیلی معروف، فیلم نوار آمریکایی است به نام دابل ایندمنیتی، نمیدونم دیدین یا نه. حالا اینجا در واقع ما یک نوع دابل ریسیزم داریم، یعنی در واقع همونطور که گفتم تبعیض دوگانه داریم. میلر در یک، اگه توجه کرده باشین، در یک دیالوگی که با قاضی دادگاه داره، قاضی گارت، قاضی بهش میگه که آقای میلر در این دادگاه عدالت در مورد نژاد، در مورد عقیده، در مورد رنگ پوست و در مورد گرایش های جنسی نابیناست. اگه یادتون باشه جواب میلر یادتونه خیلی جواب زیباییست. میاد میگه که ولی عالی جناب، ما در این دادگاه زندگی نمی کنیم. یعنی زندگی، واقعیت در این دادگاه نمیگذره و واقعیت با آدم های شما نمیگذره. واقعیت دقیقا در همون باری میگذره یا در همون شرکتی که آقای بکت کار میگذره، باری که من بودم، که افراد مسخره میکنن، اصلا براشون دگرباشی معنی نداره اینا. و این موجب میشه که پیام این فیلم و این فیلم اصلا به طور کلی حالت یونیورسال داره، جهان شمول داره، چون فیلادلفیا فیلمیست که درستی که در آمریکا داره اتفاق میفته، درستی که در دادگاه با قانون آمریکایی داره اتفاق میفته، ولی پیامش یونیورساله. یعنی یه فرانسوی که میبینی میگه ای من این، یا آلمانی یا حتی ایرانی هم میتونه اینطوری فکر کنه که این مسئله منه، میدونی این مسئله منه و من باید این تعصب رو محکوم کنم. و اینجا خب اون موضوعی است که من در ابتدای امر وقتی که این جلسات رو شروع کردیم در آخر ماه نوام گفتم، و اون این بودش که یعنی یکی از موضوعاتی است که من خودم خیلی دربارش کار کردم رو کتاب آخرم، و اون مسئله دگرگونی دیگری است، آدرنس آف دیاد، موضوعی که خب شما حالا تو یه سری از فلاسفه قرن بیستم هم میتونید پیدا کنین، ولی به هر حال پرداختن به دگرگونی دیگری،
دگرگونی دیگری چیست؟ یعنی ما وقتی که نگاه به دیگری داریم میکنیم، حالا میتونه دگر باش باشه، میتونه زن باشه، میتونه بچه باشه، میتونه حیوان باشه، اون گونه که اون هست ما باید ببینیمش، نه اون گونه که ما میخوایم باشه. این دگر بودگی دیگری. یعنی یه تفاوتی هستش توی انگلیسی، خصوصا خیلی بهتر میتونیم ما این در مورد باش بازی کنیم. تا ما توی انگلیسی وقتی میگیم آدرین، این منفیه، این یه چیز نگتیوه، یعنی دیگری رو داری ترد میکنی، اونو به صورت دیگری میبینی، مثلا میگه اون سرخ پوسته مثلا، من نمیم مثلا، یا سیاه پوسته. ولی وقتی ما داریم اینجا در مورد آدرنس صحبت میکنیم و بعدش من حالا اینم اضافه میکنم با استفاده از آثار آدمایی مثل لویناس و دیگران، آدرنس آف دی آدر یعنی دگرگونی دیگری، که حالا میتونید تو بحث‌های اگزیستانسیالیست ها خیلی اینو ببینید، دقیقا توجه کردن به جای اینکه دیگری رو نفی کنی و دور کنی و دیفرنشیت کنی به عنوانی که تو مثل من نیستی، تو خلاف منی، تو یهودی، من آلمانیم، خیلی فرق داره. آدرنس آف دی آدر میتونه حتی به حیوانات باشه، مثلا سگ بودن سگ، به جای اینکه سگ اونطور که ما میخوایم ببینیم و همیشه بزنیمش بگیم مثلا تو نجس، خب نجس بودن که برای سگ اصلا معنی نداره. یعنی چی اصلا سگ؟ به سگ بگیم تو نجس، سگ یا حیوانی است که اصلا دین مبین اسلام یا سامی نداره که حالا بگیم. ولی اون طرف میگه که من اینطوری میخوام تو رو ببینم، تو رو به عنوان حیوان کثیف ببینم و بزنمت، یا مثلا با تفنگ ساچمه بره دنبال کلاغه بکنم، برای اینکه کلاغ یک حیوانی است که عمر سیادی، من میخوام عمر تو کوتاه کنم، یا اصلا قارقار کردن تو دوست ندارم. خب دگرگونی دیگری اینست که ما دقیقا به اون چیزی که اون هست توجه میکنیم، نه اون چیزی که ما میخوایم ببینیم، و اونجاست که اون مسئله مهم میشه. و اتفاقا اینجا در این فیلم دقیقا ما از طریق این تبعیض دوگانه که فیلم ما داره نشون میده، که یک سیاه پوست حقوقدانی آمده و از یک دگرباش حقوقدانی داره دفاع میکنه، و این حساسیت و نسبت به این دو تبعیض هر دو رو داره، میخواد بکت رو همونطوری که هست ببینه. و آخرین و پلانای فیلم همین رو نشون میده. وقتی بکت بهش میگه که اول فیلم میگه که دست میده و دستش میخواد خیلی قایم کنه، آخر فیلم وقتی که اون داره میمیره میره کنار تختش میشینه، میدونی، و با هم دیگه میتونن دیالوگ کنن. و جمله آخر فیلم خیلی جمله زیبایی است اگه یادتون باشه، چون بکت از میلر میپرسه، میگه که میگه که تو چه نامی میذاری بر هزار حقوقدانی که در قعر اقیانوس زنجیر شدن؟ بعد اون میگه که خب من نمیدونم چی میگه، میگه که این شروع خیلی نیکیست، شروع خیلی خوبیست، شروع خیلی خوبیست، یعنی ما این کاری که کردیم با هم این شروع خوبی بوده، ما هر دوم زنجیر شدیم در قعر اقیانوس، ولی یا مثل پرومتئوس زنجیر رو کردن، خدایان ما رو زنجیر کردن، ولی ما بالاخره آتش رو دزدیدیم و به انسان ها دادیم، یعنی ما این عمل انجام دادیم، این عمل که باید انجام می شد و انجام دادیم. و خب من فکر می کنم که فیلادلفیا واقعا شروع نیکی برای اونهایی است که در جامعه آتی ایران هم حالا دگر باش یا غیر دگر باش بتونن کنار هم زندگی کنن و این مسئله رو بتونن با هم دیگه مطرح. خب من اینجا بحثم تموم می‌کنم. بخش دوم، پاسخ به پرسش‌ها. یه موضوعی که هستش، من اتفاقا وقتی که این فیلمو دو مرتبه دیدم برای بار مثلا 10 و 12، بعد می‌خواستم این جلسه اگورا رو آماده کنم، رفتم در کتاب خونم و یکی از کتاب های برتراند راسل پیدا کردم در مورد ازدواج و اخلاقیات، و اونو تورق کردم و برام جالب بود چون یه چیزی تو ذهنم بود، میخواستم ببینم که راسل به این موضوع پرداخته یا نه. طبیعتا نه، مسئله هوموسکسوالیتی نیست، ولی مسئله عشقه. و
یکی از بحثایی که ما اینجا نکردیم، حالا که بحثش خیلی مهمی هم هستش، این است که اصولا آدمایی که با دگر باشان مخالفن اعتقاد دارن که دگر باشان مسئلهشون فقط سکسه و اینا فقط انحراف جنسی دارن. اینا آدمایی که عاشق نمیتونن بشن مثل یه زن و مرد با هم دیگه و عشق براشون معنی نداره، در صورتی که کاملا عکس اینه. یعنی آدمای بسیار عاشق پیشه، یعنی حتی آدمای بسیار حسودی میتونن باشن به مراتب بیشتر. و من رفتم و تو راسل یه جمله خیلی جالب دیدم که راسل در مورد عشق میگه که عشق میتونه آرمانهای خودش رو داشته باشه و استانداردهای اخلاقی درونی خودش رو ایجاد میکنه هر عشقی، که دقیقا همینه. یعنی میگه love has its own proper ideals and its own intrinsic moral standards، که دقیقا عشقی که در روابط هموسکسوال هست، حالا میتونه لزبیانیزم باشه یا مثلا میتونه گی ها باشن یا هر چیز دیگه باشه، برای ال جی بی تی کیو اچ اصلا مسئله فقط مسئله سکشوالیتی نیست. یعنی اونجا هم باز یه بودی معنوی ممکنه بین انسان ها برقرار بشه و خیلی هم پرمعنا باشه، چنان که من خب اینو خودم از نزدیک دیدم. در ضمن باید اضافه بکنم که خب این تجربه خودم هم بوده، آدما میتونن همیشه روی مرز بین هوموسکسوالیتی و یعنی استریت بودن زندگی کنن. یعنی خیلی اتفاق میتونه بیفته که آدم مثلا عاشق یه زن باشه، عاشق یه زن بشه یا ازش خیلی خوشش بیاد، میدونی، ولی ضمناً نمیدونی که حالا چیکار باید بکنه، چون خب این رابطه هم براش خصوصا تو فرهنگ‌های سنتی تعلیف کردن که اگه تو این کار بکنی مثلا آدم خیلی بدی میشی یا مثلا آدمی میشی که مارجینال میشی یا انحراف داری یا این چیزا. برای موضوعی که بر خود من بوده، بخاطر اینکه من از ابتدای عمر خیلی دوستان دگرباش زیاد داشتم در تمام دوران زندگیم و زمان من از نقاشی های زن خوشم نمیاد، از نقاشی مرد خوشم میاد. یعنی مثلا مجسمه میکلانجو دوست دارم، داوود میکلانجو، یا مثلا نقاشی پورترای مردونه دوست دارم تو نقاشی رنسانس یا تو نقاشی مدرن. و دوستای دیگر باشم همیشه من میگفتن که خب ای تو این میگی و چرا علاقه به ما نداری اینا، میگفتم خب من این حس جنسی رو به شما ندارم ولی حس استتیک رو دارم و این برام یه حس خیلی قویه. میدونید خودم هم دلم میخواد که مثلا چاق نباشم، شکم نداشته باشم، نمیدونم، به خودم هم وقتی نگاه میکنم نگاه استتیک میکنم، حالا در هر سنی جورای مختلف. حالا یه چیزی که بود که ما درباره صحبت کردیم که مثلا آدمایی که اینجا تو این اتاق نشستن بعضیشون باید جوابگوی موضوع باشن، یعنی لااقل این صحبت بکنن، و اون این است که آدم‌های بسیار مترقی یا آدمایی که فکر می‌کردن مترقی‌ان یا آدمایی که فکر می‌کردن آرمان‌هاشون مترقی‌ان، آدمایی بودن که بسیار اخلاق‌گرا بودن در جامعه‌های مختلف، به ویژه در جامعه جهان سوم، به ویژه چپ، آدم‌های چپ در جامعه‌ای مثل ایران، که اینها دگرباشی رو اصلاً نمی‌تونستن بپذیرن به عنوان یک امر. یعنی این که در کنارشون در اون گروهشون مثل چریک فدایی خلق، مثل حزب توده، یک آدمی مثلا بیاد و بگه من دگرباش هستم و اینا یا لزبیان هستم، اصلا یه موضوعی که غیر قابل قبول بود، غیر قابل قبول. و اینو انقلاب ایران به ما نشون داد که این آدم ها چقدر آدم های محافظه‌کار بودن. و یه اتفاقا یکی از بدبختی جامعه ایران نیست که چپ ایران بسیار محافظه‌کار بود، یعنی اونجا که باید مقابل نیستاد، در مقابل محافظه‌کاری نیستاد و خودشو به صف محافظه‌کاری چسبون، تا حدی که پدر من که استاد دانشگاه بود در بعد از انقلاب به من میگفت که خودش دیده بود و اون دعوای شدید کرده بود با این دانشجوی چپ، که دانشجوهای چپی دختر پسری دیده بودن که دست همون گرفته بودن و رفته بودن و اعتراض کرده بودن که شما چرا دست همون میگیری. یعنی دقیقا یک موزه کاملا حزب‌اللهی، کاملا حزب‌اللهی. و خب اینو چپ ایران قبول نمیکنه. وقتی تو بهش میگی بابا شما اشتباه کردین در مورد زنا، این اشتباه رو کردین از ابتدای هم که وقت میان تظاهرات میکنن، خب شما به صف اونایی که به اینا میگن فاحشه یا اسیب میپاشن میپیوندین به جای اینکه به صف فمینیستای ایرانی بپیوندین. بچه هم یه همچین را، این هم یه موضوعیه. یعنی به هر حال ایدئولوژی بعضی ها نمیذاره که
ما درست ببینیم موضوع رو دیگه، و این گرفتاری اساسی هستش. حالا البته تو چپ اروپایی این خیلی کمتر بود و به تدریج که ما جلوتر می رفتیم، هرچی از لنینیسم دورتر می شدیم در چپ اروپا، این مسائل دیگه کمتر بود و کمتر حس می شد. حتی شما مثلا کارگردان سینمای ایتالیا رو دارین که آدمای چپی هم، مثل پازولینی و ویسکونتی، اینا آدمایی هستن که هموسکسوال هم خودشون میدونی و قبولشون داره حزب کمونیست ایتالیا، مثلا نمیگه که شما چون هموسکسوالی ما شما رو رد میکنیم. موضوع دوم، من برمیگردم به این دگربودیه دیگری و موضوعی که میخوام مطرح کنم، که باز ما اینو برمیگردونم به فیلم هایی که دیدیم، اینیست که توجه به دگرگونی دیگری الزاماً ما رو به یک نسبیگرای فرهنگی نمیرسونه، یعنی بلکه ما رو به یک اخلاق حد اقلی یا آن چیزی که ما بهش میگیم اخلاق مشترک در انسان ها میرسونه، یعنی یک common ground، یعنی یک moral minimum در واقع، اینا ما رو به اونجا میرسونه، یعنی یه حد اقلی که ما اعتقاد داریم که باید این اخلاقی باشه که بشریت قبول داشته باشه. مثلا ما اصول حقوق بشر رو به عنوان اخلاق حد اقلی میدونیم برای بشریت، که بر مبنای این تو حقوق فردی رو باید توجه بهش داشته باشی و حقوق اجتماعی رو نمیخوام و خیلی چیزایی که خب براتون اعلامیه اومده یا در کنوانسیون ها اومده، حتی کنوانسیون مثلا مسائل زنان یا بچه ها یا هر چیز دیگه، به هر حال این چیزاست که به نظرم مهمه که بهش توجه داشته باشی. حالا اینجا یه بحثی که پیش میاد، این بحث خیلی جدی بوده همیشه بین قوم شناسا و انسان شناسا و از طرف دیگه مثلا فلاسفه و کسانی که تو سیاست برای تو علوم سیاسی اینا هستن، و اون نیست که خب ما با تمدن هایی که به هر حال خشونت میکنن و تمدن هایی که به نام فرهنگشون میان مثلا زنا رو ختم میکنن در آفریقا، قربانی میکردن، اینا ما باید چه جوری برخورد بکنیم؟ باید این دگرگونیشون ما چگونه باید بهش توجه بکنیم؟ و این موضوع خیلی مهمه دیگه، الان ما داریم درباره این صحبت میکنیم. و اینجا جواب آدمی مثل خود من، چون من درباره این موضوع برای خیلی فکر کردم، اینیست که ما به جای اینکه بریم و این تمدن ها رو اونطور که نابود کردیم به نام عقل مدرن بریم و با یه پروژه گالیله یا با عقل مدرن یا همین بحثایی که برای هایدگر مثلا میکنه یا دیگران میکنن، بریم نابودشون کنیم، یعنی بهشون بگیم که شما یا پروژه مدرن رو میپذیریم، مثل کار که اسپانیایی ها در آمریکا جنوبی کردن یا مثلا اینجا با سوخوستای آمریکا شمالی کردن، یا شما این پروژه رو میپذیرید یا اینکه ما شما رو میکشیم و نابودتون میکنیم، که البته نابودشون کردن دیگه، یعنی فرهنگ ما رو میپذیرید دیگه. این یه برخوردش بود، یعنی خشونت استعماری. یه برخورد دیگرش این نیست که ما در واقع بیان و باشون دیالوگ داشته باشیم، و این در بعضی از جوامع اتفاق افتاد، یعنی که اینو در یک چیز دراز مدت، یک دیالوگ در تاریخی دراز مدت، جامعه با خودش اینو بتونه داشته باشه که کم کم بتونه مسائل خودش رو هضم بکنه و این مسائل رو تا اونجایی که میشه با خشونت کمتر حذف بکنه. مثلا خب شما طبیعتا میدونید که من بحثم همیشه عدم خشونت و ایناست. مثلا اتفاقی که در آفریقا جنوبی افتاد، از اون طرف خب شما خشونت و آپارتاید رو دارین و تبعیض خیلی شدید و عظیم، و خب به جای اینکه شما یک انتقام شدید داشته باشید، این بوده که ما آپارتاید رو یواش یواش هضم میکنیم با داستان کمیسیون های حقیقت بین و با داستان ریکانسیلیشن، ما سعی میکنیم که اینو حذف کنیم که نسل های بعدی ما وقتی میان فکر کنن که خب حالا یه سفید پوست در کنار یه سیاه پوست، هر دو توی جامعه متولد میشن، خیلی چیز بزرگی نیست، اتفاقی هم نمیفته مثل تو آمریکا. در ضمنی که از نگاه تاریخی هم بهش میکنیم، قوم شناختی هم میکنیم، ولی اینو سعی میکنیم که حذف کنیم، که این به نظر من در مورد دگرباشی هم همین موضوع هست، یعنی یه جامعه مثل جامعه ایران باید کم کم با تغییر نسل و این نسلی که یواش یواش داره گلوبالایز میشه،
چشمش به جهان باز میشه، میفهمه که تعصبات که داره تعصبات اشتباهیه، میفهمه که آقا جون این دایجا ناپلونه، دایجا ناپلونیزم چیز غلطیه که تو دائما دنبال تئوری توته باشی یا اصلا این نگاه مثلا مرد سالار یا پدر سالار داشته باشی، کم کم این روحیه بیاد و جای خودشو بگیره تا ما بتونیم به اونجا برسیم و این موضوع به نظر من میتونه حل بشه. حالا اگر اون سوالی که یکی از شما کرد که بحث خیلی مهمی هم هست و اون این بودش که اگر ما داریم در مورد دگرگونی صحبت میکنیم، ما در مورد دگرگونی یه فاشیست چگونه میتونیم صحبت کنیم؟ خب غرب این کار کرده. یعنی چی؟ یعنی که غرب موقعی که من میگم غرب، برای اینکه شرق این کار نکرده، ولی غرب این کاری کرده، برای اینکه غرب مسئلهش این بوده که و از جمله مثلا آدمایی که این کاری کردن، یکیش مکتب فرانکفورت، وقتی با یک توتالیتاریسم روبرو میشن سعی میکنن که اینو از نظر فلسفی تجزیه تحلیل کنن، بگن که آقا این یه عقلی است که دچار این ذهنیت توتالیتر میشه، ولی ما همه چی رو برنمی‌ذاریم بذاریم تو خاک روبه، میدونی؟ یعنی فلسفه غرب کلا نمی‌ذاریم تو خاک روبه، بلکه سعی می‌کنیم باشه دید انتقادی بکنیم. حالا چگونه این دگرگونی رو می‌بینن؟ فیلم دادگاه نورنبرگ که ما دیدیم دقیقا همین موضوع رو مطرح میکرد. اصلا خود دادگاه نورنبرگ مطرح میکرد. تو این فیلم چی میگفت اون قاضی آمریکایی؟ طرفش صحبتش کی بود؟ طرف صحبتش ارنست یانینگ بود، یک قاضی که قانون اساسی رایش سوم نوشته بود. یعنی دقیقا همون موضوع که ما گفتیم، یک تمدنی که توش قربانی داشت و توش خشونت بسیار زیاد. خب اینا در مقابل این موضوع قرار گرفتن و اون حقوقدان زیر سوال برد، درسته؟ یعنی گفت ما شما رو اینطوری زیر سوال میبریم، ولی نگفتش که من کتاب تو رو نمیخونم، گفت من خود تو رو محاکمه میکنم ولی کتاب تو میخونم. حالا ما دقیقا هم کار کردیم با فاشیستا. مگه غیر از این است که ما موزیک کارل اورف رو گوش میکنیم؟ مگه غیر از این است که ما کتاب کارش میتو میخونیم؟ اینا آدمایی بودن با نازی‌ها کار کردن. مگه غیر از این است که ما رهبر ارکستری مثل کارایانو که تو ارتش نازی‌ها سرباز بوده رو و آقای آدمی مثل فورتونگلر رو که یکی از بهترین اجراهای سمفونی بتوون داره که تو حتی چیزش کردن مدتی اجازه بهش ندادن که رهبری بکنه، گوش میکنیم، لذت هم میبریم، درسته؟ یعنی میتونیم هنرشو از اون وضعیتی که داشته کاملا جدا بکنیم. ما یه آدمی مثل ارنست یونگر رو میتونیم بخونیم، حتی میتونیم بهش رفرنس بدیم. ارنست یونگر نویسنده معروفه، اونم جزء ارتش معروف نازی بوده، درسته؟ حالا گشتاپو اینا نبودن، ولی به هر حال آدم هم نبودن در اردوگاه کار کنن، ولی به هر حال جزء سربازان نازی بودن. ارنست یونگر یکی از آدم هاییست که آل احمد توی قراردادی بهش رفرنس میده مثلا، درسته؟ پس میشه که این دوتا رو از هم دیگه جدا کرد و من فکر میکنم که این جدا کردنش خیلی مسئله مهمیه که ما از این ور بام به اون ور بام نیفتیم. یعنی وقتی داریم درباره دگرگونی دیگری صحبت میکنیم، ما دقیقا بفهمیم که این دگرگونی کجا در مقابل ایگوی ما قرار میگیره. حالا من اینجا بحثای فلسفی رو میارم جلو که بحثایی است که ما هممون با شما دوره کردیم. ببینید هایدگر توی کتاب در واقع شاهکارش زانیوزایت چه بحثی رو مطرح میکنه؟ بحثی که مطرح میکنه، بحثی که خودش با آلمانی بهش میگه میتسان، یعنی با دیگری در جهان بودن یا در جهان با دیگری بودن، درست که میتسان، من تنها در این جهان پرتاب نشدم، دیگری هم با من در این جهان پرتاب شد، بنابراین من فقط ارگوسوم نیستم، من فقط یه ایگو نیستم، در مقابل من یه ایگوی دیگه هم قرار میگیره. خیلی خوب، پس دیگری بخشی از اصل وجودی منه. دقیقا همینه. اگه دیگری بخشی از اصل وجودی منه، پس من باید دائما به اون دیگری توجه داشته باشم، برای اینکه من به اون بدون اون دیگری اصلا هیچم، درسته؟
حالا فلسفی هستن که اصلا اینو اومدن با اخلاقم قطع میکنن. های دیگه فقط مسئلهش اونتولوژی هستی، شناسی اخلاق نیست. یکی از ایرادات که بهش میگیرن اینه که تو فیلسوف اخلاقی نیست، اخلاق نیستی، فقط اونتولوژی فقط کار میکنه. ولی خب من مگه پیداشناسی هگل و روح هگل رو با هم نخونیم؟ بخش خدایگان و بنده، دیالکتیک خدای و بنده اصلا همینه. من برای اینکه تایید بشم به عنوان خدایگان به اون غلامه احتیاج دارم، به اون بنده احتیاج دارم، من مجبورم اونو دگر بودگیشو قبول کنم به اون صورتی که هست. البته هگل چون فیلسوف به نظر من فیلسوف بسیار بزرگی است از نظر فکری، چیزی که به این اضافه میکنه این نیست که من بدون آزادی دیگری نمیتونم آزاد باشم. اصلی که آخر صحبت هگله، یعنی میرسونه ما رو به فلسفه حق و مسئله جامعه مدنی و دولت و همه چیز. من بدون آزاد بودن اون یکی نمیتونم آزاد باشم. این اصل اصلا تمام لیبرالیزمه. من بدون اون نمیتونم آزاد باشم. بنابراین من مجبورم به اون دیگری توجه بکنم، نه فقط به اون صورت که من میخوام، به اون صورت که اون دیگری در مقابل من قرار میگیره. باز خدایگان و بنده، من خدایگان خودمو میبینم ولی اشتباه میکنم، چون من در واقع بنده اونم. بنابراین جهان اون تغییر میکنه. حالا شما بیارینش تو این فیلم، دو مرتبه جهان تغییر میکنه. یعنی من فکر میکنم که اون روبرو من قرار گرفته، در واقع من میرم جای اون، چون من خودم جای اون باید بذارم برای اینکه مسئله اونو بفهمم. من چگونه میتونم مسئله دیگر باشه رو بفهمم و ازش دفاع بکنم اگه من خودم جای اون نذارم؟ خودم رو لازم نیست تو رخت خواب جای اون بذارم. من از نظر ذهنی باید خودم جای اون بذارم. درسته؟ اون چیزی که آدمای محافظه‌کار و عقب مونده جامعه ما متوجه نمیشن اینیست که تو بقی میگی خودتو بخواد جا، برای اینکه فلسفه ضعف فلسفی دارن دیگه، فقر فلسفی به قول سارتر، به قول مارکس فقر فلسفی دارن. فوری مسئله انحراف جنسی رو میبینم، میگم اه خب یعنی که ما بریم تو رخت خواب مثل اون، برای اینکه من مثل اون. نه، تو خودتو به جای دیگر بری، به اون حس اونو و بدبختی اونو یا مارجینالیتی اونو، دقیقا هم صحبت که کردین، یعنی اون چیز وضعیت مارجینال بودن رو شما چگونه میتونید ببینید و خودتون جای اون قرار بدید. و خب این به نظر من موضوع مهمی است که میلر در واقع قرار میگیره درش، یعنی آدمی که خودش تحت تبعیض قرار گرفته میاد و خودشو میذاره جای اون آدم و میگه که آه این آدم اینطوری، من میرم تو مثلا جشنشم میرقصم، با دوستاشم آشنا میشم و حتی رنجشم سعی میکنم درک بکنم، تو دقیقه آخر خانوادهشو سعی میکنم آشنا میشم برای اینکه ببینم که حسی که اون داره چه حسیست. بعد میگه خب من میفهمم که اون چه حسی داره، مارجین برای چی مارجیناله، حالا میتونم ازش دفاع بکنم مثلا به این صورت. خب من واسم تمام. خب ایزه بدین من اول از این نکته چپ شروع کنم به، یعنی خیلی سریع، در همون سالهایی که انقلاب ایران میشه شما چپ اروپا رو دارید که به ویژه چپ اسپانیا و ایتالیا رو که اینها با اتحاد جماهیر شوروی حزب کمونیستشون کاملا قطع رابطه میکنه و در مورد یورو کمونیسم صحبت میکنن، یعنی میان این بحث رو میکنن مثلا آدم مثل برلینگوئر و اینا و تمام اصول لنینیسم رو سوال قرار میدن. خب قوی ترین چپ در ایران حزب توده بود و حزب توده اتفاقا یک حزب بسیار اخلاقگرا بود از این نظر که محال بود که سرانش و افرادی که درش هستن، مگر ممکن بود یه آدم های خیلی استثنایی که ما نمیشناسیم اینا رو و اینا هم در باره تاریخچه زندگیشون ننوشتن اگر هنوز زنده باشن، که دگرباشی رو قبول کنن، اصلا هوموسکسوالیتی رو قبول کنن و آدم های کانسرواتیوی نباشن. فراموش نکنین که اکثریت روشنفکران و هنرمندان اروپایی، حتی آمریکایی، ولی من بیشتر اروپایی ها رو میگم برای اینکه اونا اصلا از احزاب کمونیستشون سر انقلاب مجارستان 56 و رفتن تانکای پیمان ورشو به پراگ در سال 68 از اونجا در اومدن، از حزبشون اومدن بیرون، حتی هنرپیشه‌هایی مثل ایو مونتان و سیمون سینیوره اومدن بیرون. بنابراین یک قطع رابطه کامل کردن با حزب کمونیست. حزب کمونیست یک در واقع
افول شدید کرد در سالهای 60، به ویژه با جنبش دانشجوی 68، با جنبش های فمینیستی و اینا آمدن و بعد جنبش دگرباشی و بسیار جنبش های دیگه، اینا آمدن رو به تمام اون مرامی که اینا میگفتن ما خیلی آدم مترقی هستیم، اونو مال خودشون کردن، گفتن شما اصلا مترقی نیستیم، مثلا ما آدم عقب مونده هستیم و ما اصلا میخوایم که همه چی اون رو عوض کنیم، ما میخوایم که انقلاب جنسی داشته باشیم، ما میخوایم که دانشگاهمون رو عوض کنیم، ما میخوایم که فمینیسم داشته باشیم، ما میخوایم فلان فلان داشته باشیم و هیچ کدومش هم به شما رجوع نمیکنیم. و اتفاقا خیلی جالبه، برای اینکه اینو بارها بارها چپ سنتی کرده، اونها حاضر شدن که مثلا تو فرانسه در می 68 حاضر شدن که پشت اینا رو خالی کنن، همونطور که حزب کمونیست بولیوی پشت چگوارا رو خالی کرد، اگه همونطور که میدونید، یعنی چگوارا بهشون میگو به من کمک کنیم، ما نه اسلحه داریم، موندیم تو جنگل، گفتم ما هیچ کمک با شما برین، برای اینکه شورای بهشون گفت این چگوارا اینو بزن بکشن، اینو برای ما خطرناکه، ما همچه قهرمانایی نمیخوایم. چرا؟ برای این قهرمانشون کاسترو بود، یه آدم بوروکرات دیکتاتوری که تا آخرش هم موند و دقیقا اونا هم چه آدم رو میخواستم، چاوچسکو، یعنی آدم هایی که بتونن نوکری بکنن برای اونا. خب چه دوباره نمیخواست نوکری کنه، یه آدم ایدالیست و رومانتیکی بود، میگو من میخوام برم همجا انقلاب کنم. خب میگفتم انقلاب ما میزنم تو تنها بکشن، سیاهی تو رو بکشن، همکارم اتفاق افت. خب یه موضوع، حالا موضوع اصلیمون که هم داستان این فیلم اصلی هم هست، همین دگر بودیگه دیگر. ببین دگر بودگی به رفتی به دیگر باشی نداره اصلا. دیگر باشی یک کلمه ایست که ما تو فارسی انتخاب کردیم برای هموسکسوالا و اونهایی هم که این کلمه رو گذاشتن اصلا فکر میکنم که نه هایدگر خوندن نه هگل خوندن، حتما هم دیگر بودگی دیگری اصلا نمیدونن چی هست، ولی به هر حال این کلمه رو استفاده کردن برای اینکه خب احساس میکردن که همجنسگرایی اینقدر قشنگ نیست که کلمه دیگر بود، دیگر باشی یعنی یه جور دیگه بودن. خواستم بگم ما انحراف جنسی نداریم، ما یه جور دیگه هستیم. ولی من منظورم خب با تأمل و تعمقی که در مورد فلسفه غرب میکنم، در دیگر بودی دیگری اصلا به این رفتی نداشت. یعنی درسته که دیگر باشی هم تو جزء این بحث امروز ما قرار میگیره، ولی دیگر بودی دیگری یه امر دیگه است. دیگر بودی میتونه، دیگر بودی میتونه با دیگر اندیشی همراه باشه، ولی الزاماً نیست. وقتی که ما داریم در مورد دیگری صحبت میکنیم، هر دیگری دیگر اندیش نیست، ولی دیگری هست، چون در مقابل ما قرار میگیره دیگه. من بحث هایدگر و هگل کردم برای اینکه شما متوجه بشین، البته کسانی که فلسفه خوندن و در اگورا بودن قاعدتا اینو باید بدونن، یعنی دیگه لازم نیست که ما به اکابر بریم برای این موضوع. دیگر بودگی یعنی دیگری بودن و دیگری در مقابل منیت من قرار گرفتن، اگه من بخوام خیلی به زبون ساده این موضوع رو بگم، و این موضوعی است که بر ما مهم هستش. حالا اینجا پرسش اصلی که مطرح شد، که پرسش خیلی درستی هم هستش، اینیست که این دیگری اصلا چه جوری درست میشه، یعنی و این فاصله بین این که حالا من میخوام در مورد دیگر بودگی دیگری فکر کنم تا این که این آدرین که این دیگری بر من مطرح میشه چگونه است. خب طبیعتاً اولین چیزی که مطرح میشه دیگر بودگی دیگری نیست، چون من چی به شما گفتم؟ گفتم دیگر بودگی دیگری چنان که اصلا بحثی است که در فلسفه قرن بیستم هم هست، دیگر بودگی دیگری در مبحث اخلاق مطرح میشه، نه در مبحث اونتولوژی هستی شناسی. آدمی مثل لویناس وقتی ایرادی که از هایدگر میگیره نیست که تو فقط به اونتولوژی میپردازی نه به اخلاق، من از دیگری شروع میکنم نه از خود. هگل، دکارت، کانت و خیلی دیگه، تمام این فلاسفه از سوژه شروع میکنن، یعنی از من، از سوژه من شروع میکنم. لویناس میگه که نه، ما از دیگری شروع میکنیم، مبنای اصل فلسفه دیگری است. درسته اونجاست که این دیگر بوده یه دیگری معنی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی من میدونم که در جهان تنها نیستم و من میدونم که نسبت به دیگری مسئولم، چون دیگری در مقابل من قرار میگیره و من وقتی که خودم رو میخوام بیام تعریف کنم، دیگری در مقابل باید همراه با دیگری خودم رو تعریف کنم. به نوعی همین میتراین هایدگر ولی با بُعد اخلاقش، یعنی من به تنهایی در جهان پرتاب نشدم،
و اصلا تمام معنای اگزیستانسیل من، حالا اینجا تفاوتی است که بین آدمی مثل لویناس مثلا با سارتر و یاسپرز و خیلی دیگه، اگزیستانسیل مبنای اگزیستانسیل من دیگری است نه خودم. یعنی من به جایی که بیام بگم کوجیتو ارگو سوم، من فکر میکنم پس هست من هستم، میگم دیگری پس هست پس من هستم. متوجه شدین؟ اینطوری. خب این موضوعی، حالا چجوری میشه که ما این فاصله رو طی میکنیم؟ و این ما فاصله مرتبا تو تاریخ یعنی داریم دیگه. ایجاد بریم، من فکر میکنم که همچی که خیلیتون درو به درستی گفتین، مرام ها، مسلک ها، مسلک هایی که در مدرنیته ما بهشون میگیم ایدئولوژی، اینا این فاصله رو ایجاد میکنن و قوی ترش میکنن بین من و دیگری. و اون چیه؟ ایجاد ترس از دیگری است. همیشه ایجاد ترس از دیگری هستش. اتفاقا مبناش حافظیه، چون تمام اصلی که حافظ داره بر این که ما چرا باید بیایم و یک حاکمیت مطلق داشته باشیم، اینیست که دیگری برای دیگری یک گرگه، من برای دیگری، بر من یک گرگه، هومو هومینی لوپوس، اون برای من مثل یک گرگ میمونه و من مسئله اصلیم مسئله ایست که زنده بمونم، چون مسئله مرگ برای من مطرح میشه، چون من میخواد بکشه. بنابراین من همه حقوق طبیعیمو میدم به یک سابرن، میدم به یک حاکم که اون حاکم منو نجات بده از دست این گرگها، یا گرگها رو از دست هم دیگه نجات بده و تمام این استبیلیتی که ما میگیم در جامعه اینو به وجود بیاره. درسته؟ خب دقیقا. مگه غیر از این میاد ایدئولوژی قرن 20 اومدن؟ غیر از این گفتم مگه در کمونیسم این حرف میزنه، مارکسیسم چیز این حرف میزنه، نازیسم این حرف میزنه، فاشیسم میزنه، پولپوت میزنه و بسیاری از این ادیانی که حالت ایدئولوژیک به خودشون گرفتن دیگه. چیه؟ ترسی از دیگری، ایجاد ترس از دیگری. حالا من برای تو این مثال میذارم که کاملا میفهمی. همونطور که خودتون یکی خیلی به درستی گفت که این به ناسیونالیسم به عنوان یکی از بدترین ایدئولوژی ها قرار میگیره، من اصلا نفرت دارم از ناسیونالیسم، یعنی به خاطر اینکه ناسیونالیسم اتفاقا به نامش خیلی میتونه خطرناک باشه. و اون اینست که من کی نیستم، من چه کسی نیستم. یعنی ایرانی میاد میگه من چون عرب نیستم و ترک نیستم، برای من ایرانی ام، من با اینا فرق دارم، من با عرب سوسمارخوار فرق دارم. میگه ایرانی ها نمیگه اینا، دائما اینه دیگه، ما عرب و عجم مثلا. خب و اینجا دقیقا حالا برمیگردم به یکی از این مبانی، یکی از این ایدئولوژی ها، نازی ها درباره چی صحبت میکردن؟ یه ترمی رو اینا آمدن از زبان آلمانی گرفتن و روش اینو تبدیلش کردن به ترم ایدئولوژیک و اون لبنزغام بود، یعنی فضای زیستی. اینو از تو فلسفه در آوردن ولی تبدیلش کردن به یه مبحث ایدئولوژیک. نازی ها از جمله خود هیتلر تو سخنرانی که میکنه میگه آلمانا یه لبنزغام دارن، یه فضای زیستی دارن، ما باید این فضای زیستی آلمانی رو، فضای زیستی آلمانی رو، نه فقط آلمان، فضای زیستی آلمانی رو، اینو باید ازش دفاع کنیم. خب این فضای زیستی آلمانی کجا رو شامل میشد؟ اتریش، لهستان، هر جایی که آلمانی بود. و اولین جایی که حمله کردن اینا بودن دیگه، اینا فرهنگای آلمانی هن، درشون آلمانی هن، اونجا مارجینال شدن، ما میریم اونا رو نجات میدیم از دست بقیه. خیلی خوب. و به این صورت، خب این یعنی که در واقع شما موجب نابود کردن دگربودگی دیگری بشید، چون میگین فضای زیست، یعنی فضای زیستی رو محدود میکنید دیگه، میگی مثلا فضای زیستی ما فقط اگوراست، ما اگورایی ها داریم و غیر اگورایی ها، تمام غیر اگورایی ها رو ما میکشیم. چرا؟ برای این که ما اگورایی ها بعد از 10 سال که آمدیم، ما به یک نبوغ رسیدیم که حالا ما میتونیم جامعهمون رو اداره کنیم و بقیه همه بیشورن. خب بنابراین ما باید اینا رو نابود کنیم دیگه. درسته؟ خب همین الانش تو بین ایرانی ها همچین ایدئولوژی هست برای آینده ایران. یک چیز الیتیسته که اصلا
دیگران در چیز نمیکنه و فقط خودشو میبینه. حالا میتونه تو مرکزش یک شاه رو بذاره، یه شاهزاده رو بذاره، میتونه تو مرکزش یه آدمی مثل مثلا مجاهدین خلق باشن، میتونه آدماشو میتونه جابجا کنه، مثل صفحه شطرنج دیگه میتونه جابجا کنه، بگی من میخوام این باشه، اون باشه، این باشه، باشه. ولی فکرش در واقع یه چیزه در واقع. و اتفاقا به نازیا مثلا من فیلم شعار مال کلود لانزمنو که یه داکیومنتری خیلی قشنگ طولانی هم هست، این رفته مثلا چندین سال پیش، شاید مثلا 40-50 سال پیش، رفته با کسانی که باقی مانده بودن از نازی ها مصاحبه کرده و بعض از اونها که خودشون با دست خودشون یهودی ها رو کشتن در کانسنتریشن کمپ و اینا، میگه شما بر چی از یهودی بعدتون میان؟ میگفت به ما گفته بودن که این یهودی ها باید همه نابود بشن برای اینکه آلمان بتونه زندگی کنه و ما رو در واقع آماده کرد. ما واقعا فکر میکردیم که با یهودی ها رو کشت. میگفت ما واقعا فکر میکردیم با یهودی ها رو کشت. ما دقیقا این داستان بهایی کشی در ایرانه. شما اگر مستندهایی که در مورد بهایی کشی در ایران هست ببینید، موهای تنتون سیخ میشه. آدم های عادی که اینا کشتن در شیراز، در شهرهای اطراف، نه در فقط در تهران ولی شهرهای مختلف ایران، آدم های معمولی، اصلا نمیتونیم بفهمیم برای چی اینا این جنایت های مثل فیلم های هارور مووی کردن. مثلا یه پیرزنی رفتن مثلا با کاسه زدن تو سرش و خونش رو ریختن تو اون کاسه، بعد با اون کاسه مثل همین قاتل های شارون تید مثلا رو دیوار خونش نوشتن. از این چیزهای وحشتناک. و خب این روحی از کجا میاد؟ ما تو این مملکت به دنیا آمدیم، تو مملکت بزرگ شدیم، بر خب از خودمون سوال میکنیم این جانی ها کجا بودن ما ندیدیمشون، اینا کجا بودن، اینا میون ما بزرگ شدن دیگه، میدونی با ما بزرگ شدن، خب کنار ما بزرگ شدن ولی کجا بودن. خب دقیقا همین مسئله است. یعنی مسئله اینیست که دقیقا سوالی که کردیم من رو همین تمام میکنم، مسئله آزادی های فردیست. و من برمیگردم به مدرنیته سیاسی. ببین ما وقتی که مدرنیته سیاسی رو دوره میکنیم اتفاقا خیلی چیزا دستمون میاد. حالا ما میتونیم دنیای مدرن رو خود من بعد خیلی قسمتاش رو مورد سوال بدیم، ولی خیلی قسمتاش هم موجب شده که آدما بتونن بالاخره به یک نوع پلورالیسم فکری و به یک نوع در کثرت اجتماعی برسن که بتونن کنار هم دیگه زندگی بکنن و به هر حال بتونن با هم دیگه دیالوگ داشته باشن. حالا اگه هم دیگه هم دوست ندارم میتونن با هم دیالوگ داشته باشن. تعریف آزادی مدنی، آزادی فردی در لیبرالیسم اینه که آزادی من اونجای شروع میشه که آزادی دیگری تموم میشه. این یکی از تعریفاش. درسته، تعریف مونتسکیوش در واقع. و آزادی فردی همیشه بر مبنای تنوع و تکثر عقایده. تنوع و تکثر عقاید، این چیزی که ما میگویم. ببین دیگر بودگی دیگری این نیست که شما به عقیده اون یکی احترام بذارید، یا لااقل اونطوری که اون هست رو بفهمید، یا اگرم نمیخوان بفهمید فقط قبول کنید که اون یه اسپیشیز متفاوته. مثلا کوسه است، همه کوسه ها رو نمیشه کشت، درسته؟ همه بالن ها رو نمیشه کشت، همه میگوهای اقیانوس نمیشه خورد. چرا؟ برای اینکه تمام بایوسفیر به هم میخوره، میدونی اکیلیبر دنیا به هم میخوره. خب این یه چیزیست که تعقلیست که باید کرد. خب دقیقا حرفی که حالا من با این تموم میکنم، حرفی که جان استوارت میل در کتاب معروفش آن لیبرتی میزنه، میگه که هیچ دولتی حق نداره که یه عقیده رو بر تمامی جامعه الغا کنه. هیچ دولتی. چرا؟ چون ما در واقع بر مبنای اون که یه آدم لیبرال یوتیلیتریانه، میگه ما عقاید مختلف داریم، دولت نماینده یکی از این عقایده. خب دقیقاً ریپرزنتیتیو گورنمنت دیگه، یعنی یک اون اعتقاد به حکومت با میانجی داره، ولی تو این میانجی ها رو خب انتخاب میکنی، میری بهشون رأی میدی، میگه آقا من این مثلا 400 طرفدار آقای ترامپ هم، آقا اشتباه کردم، من میرم رأی دیگه بهش نمیدم، میرم مثلا به فلان رأی میدم، به بایدن رأی میدم، یکی دیگه میدم، به هیچ کدومشون رأی نمیدم، اصلا من یه آنارشیستم، من نمیخوام به هیچ کدومشون رأی بدم، درسته؟ آیا اینا میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ خب من حالا خودم خیلی منتقدم نسبت به این سیستم های اینطوری، میگم
ما باید جلوتر هم حتی بتونیم بریم، ولی ما یه مبنای احتیاج داریم و اون مبنایی نیست که ما در که اتفاقا مسئله حابزیه و نرفتن به طرف مسئله حابزی و اونی که ما چگونه میتونیم خشونت و تنش رو در جامعه تقلیل بدیم بدون اینکه به طرف یک ابسولوت ساورنتی بریم، به طرف یک حاکمیت مطلق بریم. و این به نظر من نمایندهش آدم هایی که پیدا کردن کسایی که کریتیک هابز بودن مثل جان لاک و دیگران. اسپینوزا، آدم مورد علاقه من اسپینوزاست، یه یهودی که خودش اتفاقا بدبختی کشیده از دیگری بودنش. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنه در مورد آزادی فردی و در مورد آزادی دیگران و اتفاقا در مورد مذهب و اینکه مذهب نباید دخالت کنه در آزادی فردی و دولت نباید دخالت کنه و مردم باید همیشه به گوش باشن برای این موضوع. خب پس میشه این موضوع رو همینطوری هم دید. و اتفاقا تو این فیلم حالا ما داریم در باره یه آدمی با گرایش جنسی صحبت میکنیم، ولی این آدم خب حق زیستی داره و این چیزی که دارن ازش دفاع میکنن این نیست که شما میخواین یک فضای زیستی برای این ایجاد کنین که اینا توش نباشن، بگیم ما به نام اخلاق میخوام اینا رو دفع کنیم. حالا دفع نوعای مختلف میکنیم، تو ایران دارشون میزنیم هموسکسوالا رو، یعنی میگیم میکشیم مثل نازی ها دیگه، نازی ها هموسکسوالا رو میکشتن دیگه. جای دیگه میگیم ما اینا رو بیکار میکنیم، بنابراین زندگیشون به تباهی کشیده بشه، بنابراین اینا تمام اون درسی که خوندن، زحمتی که کشیدن و ما نادیده میگیریم، میگیم نمیخوام، برای اینکه اینا آدمایی هستند که دیگری هستند و ما دگربودگیشون رو اصلا قبول نداریم، دگربودگیشون دیگه اصلا قبول نداریم، مثل باهایی که دگربودگیشون در ایران اصلا قبول ندارن، که اصلا باهایی وجود نداره، ما اصلا قبول نداریم. خب پس این چیه؟ این آدمی که جلو من نشسته این کیه؟ چیه؟ چجوری من چجوری باید باش برخورد بکنم اینا؟ و خب این موضوعی است که به نظر من حالا ما در آینده باید بهش بپردازیم. مرسی.